از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمین های پرشمار، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها، شاه پارسیان و نژادهای دیگر، شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمر ابن خطاب خلیفه تازیان. به نام اهورامزدا، آفریننده زندگی و خرد. تو در نامت نوشته ای میخواهی ما را به راه راست هدایت کنی، به راه خدای راستینت، الله اکبر، بدون اینکه هیچ گونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چرا میپرستیم. این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عرب‌ها را برای خودت قصب کرده ای، در حالی که آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عرب‌های پست و مزخرفگو و سرگردان در بیابان‌های عربستان و انسان‌های عقب مانده بیابانگرد است. مردک، تو به من پیشنهاد می‌کنی که خداوند یکتا را بپرستم، در حالی که نمی‌دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می‌پرستند و روزی 5 بار به درگاه او نماز می‌خوانند. هزاران سال است که در ایران سرزمین فرهنگ و هنر این رویه زندگی روزمره ماست. زمانی که ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان می‌پروراندیم و پرچم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دست‌هایمان به اهتزاز در می‌آوردیم، تو و پدران تو داشتند سوسمار می‌خوردند و دخترانتان را زنده به گور می‌کردید. شما تازیان که دم از الله می‌زنید، برای آفریده‌های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید. شما فرزندان خدا را گردن می‌زنید، اسرای جنگی را می‌کشید، به زن‌ها تجاوز می‌کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را می دزدید و اموال آنان را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با این همه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟ تو به من میگویی از پرستش آتش دست بردارم. ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش میبینیم. نور و گرمای خورشید و آتش ما را قادر میسازد که نور حقیقت را ببینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم شود. این به ما کمک میکند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می‌سازد. خدای ما اهورامزدا است و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستیم. ما به هم نوع کمک می‌کنیم. ما عشق را در میان آدمیان قسمت می‌کنیم. ما پندار نیک را در بین انسانها ترویج می کنیم. ما هزاران سال است که فرهنگ پیشرفته خود را با احترام به فرهنگهای دیگر بر روی زمین می گسترانیم. در حالی که شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید، مردم را دست دست می کشید، خشک سالی برمغان می آورید و ترس و تهیدستی به راه می اندازید. شما رفتارهای شیطانی را به نام الله انجام می دهید. چه کسی مسئول این همه فاجعه است؟ آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟ و یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟ و یا هر دو؟ شما می خواهید عشق به خدا را با نظامیگری و قدرت شمشیرهایتان به مردم یاد بدهید. شما بیابانگردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثل ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم. تو به جز نظامیگری، وحشیگری، قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش عرب ها یاد داده ای؟
چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از اللهت آموخته ای که اکنون میخواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟ افسوس و ای افسوس که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خوردند و حالا مردم ما به زور شمشیر مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان 5 بار نماز را بخوانند ولی به زبان عربی، چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد. من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که تعلق دارید، چون برای شما جایی در شهرهای متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما وجود ندارد. این گروه سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را بکشند، زنان و فرزندان ما را بروبایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند. به این کارهای جنایتکارانه پایان بده. آریایی ها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند. انسانهای پاک که به هر کجا که بروند تخم دوستی، عشق، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت. بنابراین آنها تو و مردم تو را به خاطر این کارهای جنایتکارانت مجازات نخواهند کرد. من از تو میخواهم که با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به خاطر داشتن عقاید ترسناک و خوی وحشیگری از نزدیک شدن به شهرهای آباد و متمدن ما خودداری کنی. امضا یزگرد سوم ساسانی.